من از بچگی واقعا عاشق کار هنری بودم و خیلی دلم میخواست که تو سینما کار بکنم. آقای وحدت یک نسبت دوری با ما، با خانم عموی من که اصفهانی هستن، ایشون معرف من شدن و خواستن که من در فیلم عروس فرنگی کار بکنم. و بعد از عروس فرنگی که پیشنهادهای زیادی داشتم، که سال 1343 بود دیگه، که بعد شروع کردم دیگه، خوشبختانه موفقیت خوبی داشتم در سینما، ادامه دادم تا سال 57. 57 یه فیلم کار کردم که تهیه کننده تلویزیون بود به نام هزارومین. بعد از اون دیگه کار نکردم. من عاشق سینما بودم، عاشق کارم بودم، با تمام وجودم بازی می کردم. وقتی بهروز وثوقی داستان قیصر رو داد من خوندم و گفت اگر 100,000 تومان داشتم فیلم رو شریک می شدم، چون الان 100,000 تومان کم دارن تهیه کننده ها، مثل مرحوم شباویز و آقای مسعود کیمیایی. موقعی که من بهروز بهم گفت و داستان رو خوندم، انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که خودم 100,000 تومان از بانک عمران قرض کردم و یه فیلم تبلیغاتی برای بانک عمران بازی کردم که همه تهیه کننده از دستم عصبی بودن. 100,000 تومان گرفتم و دادم به بهروز. فیلم قیصر ساخته شد و فیلم توقیف شد، چرا که اون موقع شاهنشاه گفته بودن که این فیلم نباید چاقو کشی و غمه زنی اینا رو به جوانای مملکت یاد داد. من چون برای خیریه شهبانو فرح کار میکردم، از همون زمان من برای جزامی ها و معلولین و همه بنیادا کار میکردم. اون موقع دیگه من رفتم حضورشون و گفتن که نباید همه اینا سانسور بشه. خب سانسور شد و خوشبختانه پروانه فیلم رو گرفتیم، قیصر اکران شد، قیصر شد قیصر. بله، اون موقع در وزارت فرهنگ و هنر قبل از انقلاب آلبوم داشتن که هنرمندا همه عکساشون بود. گروه های خارجی که می آمدن اینجا از ژاپن، فرانسه، اروپا و امریکا و همه جا، آلبوم ها رو می زاشتن جلوشون که انتخاب کنن هنرپیشا رو. خب منم قبل از انقلاب وقتی که به من پیشنهاد شد فیلم های مشترک کار بکنم، رفتم امریکای مدت یک سالی موندم. البته نه این که بگم بهتون من زبان انگلیسی رو کامل یاد گرفتم، ولی در کوینز کالج نیویورک رفتم و زبان آموختم یک کمی، که بعد در فیلم های مشترک هم که کار میکردم دیگه، چون خوشبختانه اون موقع دوربین پاناویژن بود و صدا سر صحنه گرفته میشد و با صدای خودم بود. فیلم مشترک ایران ژاپن رو کار کردم، با امریکا کار کردم، فیلم اروپایی‌ها رو کار کردم، با ترکیه کار کردم، با فرانسوی آقای آلن برونت کارگردان فرانسوی کار کردم، به اتفاق آقای ناصر ملک موتی. این راس مارتینی که داشت به من میگفت که تو به من یاد بده بشکن و ایرونی چجوری میزنن. این تاتیانا سامالو، این ژاکلین ساسارد، این توشیرو موفینه، یکی از بزرگترین هنرپیشه‌های ژاپن. این اون فیلم مشترک و ایران و امریکا است که ما کار کردیم به نام عبدالله، که جورج مارز برتونی کارگردانش بود، راس مارتین بازی میکرد، سنجی خان هنرپیشه هند که من رول زن اینو بازی میکنم، ریکی سیگال یک بچه خیلی معروف سینمای هولیوود بود. من با آقای ژان نگلسکو که کار میکردم، ایشون از همون موقع که ایران اومدن و ما رو شناختن و شروع کردیم به کار کردن، اینا همهشون در سینمای هولیوود دیگه تبلیغات زیادی میکردن که من با گروه های اونا کار بکنم. و من دو تا سه تا قرارداد داشتم، با ویلیام هولدن قرار بود کار بکنم، با آنتونی کوئین قرار بود کار بکنم، که نشد دیگه متاسفانه. وقتی انقلاب شد من نتونستم دیگه برای 2-3 سالی از ایران برم بیرون و واقعا هم دوست نداشتم برم، دلم میخواست که تو آب و خاک خودم باشم و هر کاری میکنم در همین آب و خاک باشه. متاسفانه اون زمان میگم، چون نه ماهواره‌ای بود، نه اینترنتی بود، نه موبایلی بود، هیچی نبود، بنابراین ما خیلی خاموش بودیم، خیلی کسی نمیفهمید، کسی نمیدونست من چه کارایی کردم در سینمای خارج از ایران. امیدوارم یه روزی برسه که باز من بتونم جلوی
عشقم دوربین سینما باشم که الان بتونیم به دنیا نشون بدیم که ما کی هستیم، چی بودیم و چه میکردیم با نداشتن امکانات، با نداشتن سرمایه، با یه دوربین آلیفرکس معمولی با 4 تا رفرکتور و 2 تا پروژکتور کار میکردیم. مثل الان نیست که مقابل یه هنرپیشه 5 تا دوربین باشه. ما اون زمان خرج لباس با خودمون بود، خرج سلمونی رفتن و درست کردن خودمون با خودمون بود. اینه که خب با سختی بود ولی خدا رو شکر موفقیت های خیلی خوبی بود. من با آقای بهروز بوسوقی اولین فیلمم خدافظ تهران رو کار کردم. سر همون فیلمم بود که به هم علاقه من شدیم و بعد از مدت کوتاهی نامزد شدیم. چند تا فیلم با هم کار کردیم و بعد از مدت کوتاهی که قسمتمون نبود که با هم دیگه ازدواج بکنیم جدا شدیم و ایشون دنبال کار و زندگی خودشون رفتن، منم در مملکت خودم در وطن خودم موندم و الان در شرکت خودمون که دارین میبینین، این شرکت از 45 ساله که داره فعالیت میکنه، شرکت ایران اکتیو و تنها شرکتی بود که حرف اول ورزشی رو میزد در ایران. الان هم در همین شرکت خودمون فعالم به اتفاق برادرم. الان برای خیریه بنیاد زینب کبرا هست که برای بچه های یتیم کار میکنم، برای کهریزک هست، برای محک هست، برای توانبخشی حضرت علی هست. من برای همه اینا فعالم، کار میکنم و عشق میکنم باشون.